درود به رفقای عزیزم، آرش آرت فروشان هستم با یک جلسه دیگه آموزش گیتار کلاسیک و نوت‌خوانی. بچه ها این جلسه بسیار بسیار مهمه. خیلی وقتا من گاهن استوری میذاشتم و یه سری نوت ها روی سیم دو یا سه اسماشون رو بهتون میگفتم، میگفتین اه چجوری شد، مثلا مگه ما می داریم روی سیم دو، مگه مثلا سی داریم روی سیم سه، چه شکلی اینا گرفته میشن، یا اصلا آرش من میخوام سیم دوم فرت هشتم رو مثلا بزنم، نوت چجوری میخواد این نوت رو به من نشون بده، بگه آقا با چه علامتی میخواد به من بگه برو فرت هشتم سیم دو رو بگیر، برو فرت نهم رو، تو فقط دو تا فرت سوم سیمای مختلف رو ما یاد دادی، فقط سیم یکی که تا آخر میره، بقیه چی؟ میرسیم به مبحث زیبا و جذاب پوزیسیون. خب در مورد اسمش هم خیلی بحثه، من الان اسمش هم براتون میشکافم. بچه این کلمه توی هر زبونی یه جوری گفته میشه، مثلا من توی سری ویدیوها گفتم پوزیشن، توی سری ویدیوها گفتم پوزیسیون، بعد یه سری بچه ها میبینم توی کامنت ها، مثلا حتی نه بچه های خودم، مثلا گذری طرف داره ویدیو منو میبینه میاد کامنتی هم میذاره آقا داری که اسمش رو اشتباه میگی. بخوایم درستش رو بگیم یعنی موقعیت انگشت های ما روی فرت ها، که خب بچه ها تو زبان انگلیسی میدونین اون S-I-O-N شن خونده میشه، این اونا میگن پوزیشن، اصلا اصلش اینه پوزیشن، همچین اسمی داره. توی زبان اسپانیایی چون اسپانیایی و فرانسوی اینا تمام چیزهایی که مینویسن و میخونن، مثلا اسپانیایی ها میگن پوزیسیون، یا مثلا حالا جالبه فرانسا هم همینطور، فرانسا فقط اون اس اول ز خونده میشه پوزیسیون، حالا اون اینجوری هم دارن فرانسوی همین، یعنی هم میخواستم همین رو توضیح بدم، بگم هم پوزیسیون درسته هم پوزیشن درسته، و جفتش هم به زبان ما ربطی نداره که ما بیایم در لحاظ ادبیات بررسیش کنیم بگیم آقا این اشتباه، نه به زبان فارسی خودمون میشه موقعیت انگشت های ما. پس اینو اینجا شکافتم، قضیه رو حلش کردم، اگه جایی تو کامنت ها دیدین دیگه شما دفاع کنین از من، بگین خلاصه به طرفی که آقا همش درست، اصلا دیگه تو میگی درست. خب جونم براتون میگه که بچه‌ها میخوام این جلسه حسابی روش کار کنیم، ببینیم که اصلا چه اتفاقی داره میفته، و بهتون تمرینم میدم، تمرین خوشگلم بهتون میدم، بریم سراغش. من در طول جلسات چند بار اشاره کردم به اینکه بچه‌ها وقتی این سیما رو به جلو حرکت میکنیم با سیم پایینیشون تقریبا میرن توی یه فرکانس و همصدا میشن، تقریبا نه هم فرکانس میشن، علاوه بر جنس صدا منظورم بود که گفتم تقریبا، مگر علاوه نوت دقیقا یه صدا میشن. مثلا سیم دومو وقتی که میگیم سی، بعد میگیم دو، بعد میگیم ره، دو ره، بعد انتظار می داریم همین اتفاق هم میفته، دو فرت بیایم جلو میشه می، و وقتی شد می با این می پایین هم صداست، دو تا سیم دارم همزمان با آی و ام میکنن، به شرطی گیتار ما کوک باشه، کوک نباشه نه. چجوری میفهمیم هم صداست؟ اون دفعه براتون توضیح دادم توی یکی از ویدیوها، گفتم وقتی بیایم بعدی رو بگیریم یا قبلی، حالا میام روش، قشنگ گوش ما، گوش تمام انسان ها درک میکنه که اینجا داره یه اتفاق خاصی، هم فرکانسی داره اتفاق میفته، دقیقا همونی که ما دنبالش میگردیم. حالا شما میگی آرش اوکی، ر رو میای مثلا روی خط چهارم حامل به ما نشون میدی، دو رو مثلا یه دونه میای پایین‌تر به ما نشون میدی، می رو سیم دومو چجوری به من نشون میدی؟ من میگم دقیقا همون بین خط 4 و 5 جایی که نوت می سیم 1 رو نشون میدم. پس میگی آرش از کجا بفهمیم که حالا این می که من دارم میبینم سیم 2 رو بزنم یا سیم 1 رو بزنم؟ سه تا راه حل داری بچه‌ها. راه حل اول مهمترین رو میذارم آخرا. راه حل اول اینی که تو تبل چهر رو نگاه کنی، چون معمولا نوتا پایینشون تبل چهر دارن، نوتای گیتار البته، و میبینی که ا مثلا نوشته که روی تبل چهر متوجه میشی که مثلا این عدد اون عدد نیست، مثلا صفر باید باشه دیگه روی تبل چهر. آخه بچه‌ها تبل چهر هم میتونی آموزش پاپم رو نگاه کنی یاد بگیرین، حتما نگاه کنین اونم یاد بگیرین، بد نیست. البته یه پرانتز واکنم، فعلا یاد نگیرین بهتره، چون راه حلای دیگه هم داره، الان اونا رو هم بهتون معرفی میکنم، زود نرین سراغ تبلچر. تبلچر اونجا برام نوشته، نوشته 5 روی سیم دوم، چون تبلچر این شکلیه، سری متوجه میشی و تمومش میره. ما با این کاری نداریم، چون میخوام فعلا شما تبلچر یاد نگیرین، اصلا آموزش پاپو ببینین اما بخش تبلچر رو نگاه نکنید، چون نوت دارین یاد میگیرین. خب این با نوتتون یه ذره تداخل میکنه الان که تازه واردین. راه حل دوم بچه ها معمولا توی نوت ها 70% نوت ها، مخصوصا نوت های ساده تر، نوت هایی که الان تا این یک سال دو سال ما باش سر کار خواهیم داشت، میاد یه دونه دو توی دایره کوچولو می نویسه،
یعنی میاد مثلا سیم یک رو میذاره نوتشو بین اون خط 4 و 5، یه دو انگلیسی توی دایره میذاره براتون. من سعی میکنم عکسش رو تصویر براتون بذارم ببینید چه شکلی، قشنگ درست که ببینیدش. این داره به تو یه چیزی میگه، میگه این دوه چیه آرش؟ چرا تو دایره دو گذاشته؟ این یعنی که اینو برو رو سیم دوم اجرا کن. این میگه که میبینی برو رو سیم تو. این یه روش. روش سوم اینه که میاد رو شماره انگشت میذاره. بچه ها من رو ویدیوهای شما، روی نوتای شما تا امروز تو این 15 جلسه اخیر که براتون گذاشتم، تو این 15 جلسه ای که گذاشتم براتون، هیچ وقت شماره انگشت براتون نذاشتم. چرا این کار نکردم؟ چون من دارم براتون اجرا میکنم و در این اجرا توضیح میدم و انگشتا رو توضیح میدم و شما انگشتای منو دارین به صورت تصویری میبینید. ما قدیما که ویدیو تصویری نداشتیم، مجبور بودیم از روی نوت متوجه بشیم که با کدوم انگشت دست چپمون باید این نوتو بگیریم. خیلی هم بهمون کمک میکرد. منم سعی میکنم از اینجا به بعد روی سری قطعات بذارم، مخصوصا قطعاتی که پوزیشن داره. شما اینجا متوجه میشی که مثلا اینجا سیم یک آزاده، اما آرش نوشته با انگشت یک یک گذاشته. این دیگه تو دایره نمی نویسه، یک بغل اون نوت است. من برای اینکه دقیقاً گیج نشین، این چشمتون اذیت نکنه، شما را انگشت نذاشتم رو نوتاتون. اما نوتای کتابای دیگر برین تهیه کنیم، مثلا کارولی بگیری، کارکاسی بگیری، ببینید شماره انگشت داره روی نوتا. سری میگیرش این شماره چه، اینا شماره انگشت دست چپه. داره راهنماییت میکنه. آهنگساز میگه اینو اگه با انگشت یک بگیری مثلا راحت‌تر، اینو انگشت سه بگیری راحت‌تر. کاری که من تو ویدیو براتون انجام میدم. اونجا میبینی یک گذاشته یا یه دو گذاشته، مثلا یه دو بدون مثلا دایره گذاشته بغل اون نوته. خب یا هر عددی، یک دو سه چهار داره دیگه، بین یک تا چهار یه عددی گذاشته. اینجا پس متوجه میشه که این اگه آزاد بود که یا صفر برام میذاشت یا شماره انگشتی نمیذاشت، آزاده دیگه. ولی گفته با انگشت یک بگیرش. پس بنابراین این میه سیم آزاد نیست، این سیم دو منه احتمالا. حالا چرا احتمالا؟ چون ما مثلا روی سیم سه هم میشه این رو تعبیه کرد، ولی اصلا بهتون میگم الان میخوام برم رو نکته چهارم که یه پرانتزه. سه تا نکته، سه تا رو اول بهتون گفتم. حالا چهارمی یه نکته خیلی خاصه. وقتی که ما خیلی پیشرفته شدیم، خیلی حرفه‌ای شدیم، اصلا بچه‌ها شاید باورتون نشه، شما در حین دیدن نوت متوجه میشی از جای انگشتات روی فرت، از جایگاه قطعه، چون قطعه معمولا پوزیشن‌های خودشونو دارن، از اون موقعیت قطعه روی دست چپت اصلا متوجه میشی که این توی پوزیسیونه. وقتی خیلی حرفه‌ایشی، اون دیگه مال حرفه‌ای شدن، خیلی بازش نمی‌کنم، چون اصلا باید حرفه‌ای شین، باید صدها قطعه بزنید تا دیگه به اون درک برسید، تا دیگه اصلا اون قطعه رو حدس بزنید. و اصلا بعضی وقتا بچا جالب بهتون بگم، مثلا یه قطعه مثل آستریاس، یه قطعه فوق حرفه‌ای کلاسیکه، منم براتون چند بار تو استوری و تو لایو اجرا کردم، دیدین. میرین شما توی یوتیوب بزنی آستریاس، میبینی مثلا یه قسمتایی از آستریاسو هر نوازنده‌ای داره یه جا اجرا می‌کنه، یکی اینجاست، یکی اینجاست، یکی اونجاست. واسه اینکه اینجا به بعد دیگه سلیقه نوازنده هم هست، اصلا شما دوست داری اون جایی که دلت میخواد اون نوتو میگیری. این هم یه نکته جالب در اون پوزیشن. رفقای عزیزم، یه آرپژو خودم براتون ساختم بچه‌ها، خیلی کوتاه مختصر ساده است، برای اینکه شما پوزیسیون‌ها رو روش درک کنید. سعی کردم یه صدای قشنگی هم داشته باشه که یه ذره حوصله‌تون هم سر نره. خب بچه‌ها چند تا نکته توش گذاشتم. نکته اول قبل از اینکه پوزیسیون رو بگم اینه که بچه‌ها اینجا اومدم توی این نوت PIMI آرپژو نوشتم. پس بنابراین همیشه قرار نیست آی سیم 3 رو بزنه ام سیم 2، نه. الان اومدم با پی سیم 3 رو دارم میزنم، آی سیم 2 رو ام ببخشید سیم 1 رو ای هم مثلا بیکار شده، یعنی PIMI. نوت هایی هم که داریم میزنیم بچه ها، میزان اول دارم براتون توضیح میدم، لا دو می دو لا دو لا. ببین بچه ها کورد، این حالت کورد بهم میگیم، کورد وقتی اینجوری نگه می داریم روی دو سه تا سیم انگشتمونو، حالت آکوردی نگهش داشتم، نمیدونم یه دونه لا بگیرم بعد دو رو بگیرم لا رو ول کنم دوباره دو رو ول کنم، نه، قشنگ این دو تا رو گرفتم، چون دارم میگم لا دو می، دوباره برگشتم به دو، دوباره برگشتم به لا، بنابراین میتونم اینا رو دیگه ول نکنم بگیرمشون. میگه لا دو می دو لا دو لا. در مورد زمان نوتا براتون صحبت کنم،
همونطوری که ملاحظه میکنید 6 تا نوت اول ما چنگه، بعد یهو سیاه شده، بنابراین اون سیاهه یه مکس کوتاهی باید بشنویم. یعنی میگه حالا فرصت دارم کردم رو عوض کنم، نوتا رو عوض کنم، اقصیم این نوتو سیاه کردم آخر میزان، برای اینکه شما فرصت داشته باشی جا به جاشی. حالا میرسیم به نکته تو این میزان دوم بچه، نکتمون چیه؟ تغییر پوزیسیون. برای اینکه این آرپش رو ما ادامه بدیم، پی آی ام آی پی آی ام آی امون خراب نشه این مدل زدنمون، میایم سی رو رو سیم سه فرت چهارم میگیریم. نگاه، این بود سول لا سی، این میشه سی، بنابراین این هم دقیقا با سیم دو آزاد نشونش میدیم. نگاه کنید بچه، اولین نوت میزان دوممون نوت سیه، ولی با انگشت دوممون اومدیم نوشتم بغلش دو من گذاشتم، یعنی با انگشت دومت بیا سیم سومو بگیر و بعدش ره رو بل اجبار با انگشت یک میگیریم، چون عادت داشتیم ره رو با انگشت سه بگیریم، ولی اینجا چون انگشت دو اومده جلو تغییر پوزیشن، تغییر موقعیت دست چپ داشتیم، پس بنابراین کل موقعیت دستامون اومده جلو، موقعیت دستمون اومده جلو. اون پوزیشن چندمی بچه ها؟ اینجا پوزیشن اول اگه باشه، اینجا الان اومدیم شده پوزیشن سوم، چون انگشت یکمون هر جا باشه ما پوزیشنمون همونجاست بچه ها. خب بنابراین من اینجا رو میگیرم و ادامه میدم میزان دومو. آخرین نوتمون چیه بچه ها؟ دوه. دو رو اینجا گرفتم، دیدیم بچه ها؟ فرت پنجم سیم سه، به جای اینکه بیام اینجا بگیرم همینجا گرفتم، خلاص. دیدین چقدر ساده و قشنگ شد؟ ببین یه صدا مثلا، ببین دو دو، یا مثلا این سی یه صداست. یه بار دیگه دو تا میزان اول دوم میزنم، دوباره فرصت دارم برگردم میزان سوم سول، برمیگردم اینجا دوباره یه سول دی از این پایین به جای، یعنی بیام پی رو مثلا پی بزنم اینجا، همینجا زدم و یه سفید، یعنی یک و دو و یک، یک و دو و سه و چهار و، ببین بچه‌ها به این شکل شد. میرم سراغ خط بعد، خط بعد دوباره اومدیم همینجا، تکرار همون میزان اول دوم اولش، دوباره میزان سوم هم تکرار و میزان آخرمون یه تغییر جزئی داریم، رو نوت سی تمامش کردیم با پی. بچه این پی ها رو میتونین آپیاندو بزنین، میتونین تیراندو بزنین، من طبق عادت آپیاندو میزنم، ولی شما چون کلاسیک میزنین بهتر اصلا تیراندو بزنید، صدای نرم تری هم میده. من فلامینکو یه ذره عادت میده آدمو که پی رو آپیاندو بزنه، ولی تمام انگشتامون باید تیراندو بخوره چون آرپجه. ساده بود بچه ها دیگه. من اینو دیگه براتون مثلا با مترونوم و اینا اجراشو نمیذارم، خیلی روتین و ساده میتونین اجراش کنید دیگه، مثلا خیلی راحت از همینجا شروع میکنید. من یه بار براتون آروم پشت سر هم میزنم، حسابی تمرین کنید بچه ها. تا جلسه آینده امیدوارم که حسابی پوزیشن رو درک کنید، که ما حسابی دیگه این وقت باهاش کار داریم. دمتون گرم، موفق باشین.